أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة اللي ذكرته قبل الشيخ الأنصاري مثل المرزا القمي في القوانين، صاحب الفصول في الفصول، والحاج الكلباسي، وهؤلاء بمفصل عرضوها في كتبهم. شيخ الأنصاري ومن بعده باختصار مروا عليها. دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أو تعبير اللي أنتوا ذكرتوا هذا، يذكرون هذا لا كلية لها، لازم نشوف المفسدة شنو والمنفعة شنو. أحيانا المفسدة أقل من المنفعة، لا، هناك جلب المنفعة يكون أولى. هؤلاء الذين يسافرون للتجارة يضطرون إلى صرف المال، هذا ضرر لهم، أما لأنه يحصلون على مال أكثر، هذه المفسدة وهي صرف المال يتحملوها لجلب المنفعة الأكثر. يعني لا كلية لهذه القاعدة أن دفع المفاسد أولى من جلب المنافع، لازم نشوف المفسدة شنو والمنفعة شنو، أيهما أكثر. القرآن الكريم يقول أساسه من القرآن الكريم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حيث أن المفسدة أكبر، فلذا دفع المفسدة هنا يقدم. ومن هالجهة لا كلية لهذه القاعدة، لازم نشوف حدود المفسدة شنو، حدود المنفعة شنو. أساسها في القرآن الكريم وهذه الآية الشريفة، أما قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية وشرعية أيضا، أما مع ملاحظة، يعني لا كلية، لا كبرى كلية هنا، مع ملاحظة أن أيهما هو أعظم، أيهما أهم. هو وقاية شنو وعلاج شنو. نعم، سلام عليكم. نه، اگر تغییر نداده نماز باطل نیست، اشکال نداره. نه، ظاهرا اشکال نداره. ببینید، نه به خاطر اینه که این چون ولد مشروعه، چون شهادت یه مقام رفیعیه در مجتمع، در حتی پیش غیر مسلمان ها شهادت مرتبه رفیعیه. وقتی یک کسی که یک منقصت اجتماعی داره از اون جهتش قبول نمی کنن، نه مثل اینکه امام جماعت نمیتونه بشه. مثلا امین نمتونه مرجع تقلید بشه، نمتونه امام جماعت بشه، به خاطر اینکه نه مشکل در خودشه، به خاطر اینکه از نظر اجتماعی یک حالت منفوری داره. وقت مقام شهادت، مقام قلاوت، مقام مرجعیت، اینا مقامای رفیعه از اون جهته، نه به خاطر نقص خودشه. اگر نه روایت داره، شاید تسالم فقهان باشه، برای اینکه اینجور شخص اگر آدم خوب شد بهش دست هم میره، نه یعنی گیری نداره. این به خاطر اینکه این مقام ها، مقام های رفیع و بلنده، به خاطر اون جهته. یعنی به خاطر خودش نیست، به خاطر اون جهته، اهمیت مقام قضا و شهادت و ایناست.
دی روایات خاص داره، روایات خاص هست. نعم ای شوفوا الشبه هنا بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، الشبهة المحصورة، الشبهة غير المحصورة اللي الشارع أجاز للروايات الترخيصية بعد إجازة الشارع، بعد مو شبهة هذه، الشبهة البدوية بعد الفحص وعدم العثور على دليل المنع الشارع أجاز، قال رفع ما لا يعلمون بعد الإجازة، بعد هذا مو شبهة. أما الشبهة المحصورة إي الشارع لم يجز فيها، لأن أدلة الترخيص تتعارض وتتساقط. بالشبهة المحصورة إذا ارتكب وصادف الحرام هذا هو عليه عقاب، أما إذا ارتكب ولم يصادف الحرام عليه عتاب، عليه عتاب. يعني ليش سلكت هذا الطريق اللي ربما يؤدي بك إلى الهلاك؟ يعني طريقان، واحد يريد يسافر إلى مدينة فالطريق فيها الهلاك، فالطريق لا ما فيها هلاك. هذا لو صادف أحد الطريقين ويحتمل أنه يكون الطريق الذي فيه الهلاك، إذا هلك فهذا مو معذور، هذا يستحق العقاب. أما إذا صادف الطريق اللي ما فيه هلاك وما هلك، العقلاء هم يعاتبوا يقولون أنت شلون سلكت هذا الطريق، ربما كان الطريق الذي فيه الهلاك، ولذا عقاب ما إله، لأن ما مسوي حرام. إذا ما آن أحدهما خمر وأحدهما مو خمر، يعني مائعان، هذا شرب أحدهما وانكشف أنه مو خمر وهو يعلم أن أحدهما خمر، هذا فيه عتاب، لما شرب خمر فيه عتاب في محله. الشبهات، الشبهات المحصورة، الشبهات التي لم يأذن الشارع فيها، شبهة البدوية بعد الفحص أذن الشارع فيها، الشبهة غير المحصورة الشارع أذن فيها، لأن أدلة الترخيص تشمل، الأصول الترخيصية تشمل. أما الشبهة المحصورة لا، هذا الترخيص ماكو به، إذا لم يصادف الحرام فيه عتاب. شنو؟ ليش؟ ليش؟ تجري. أما التجري حرمة شرعية ماكو بها، ها؟ لا لا، إذا لم يصادف الحرام لا، وإنما تجري سوى، هذا عقلا ممنوع هذا، أما الشرع لم يمنع لأنه لم يصادف الحرام. بل هذا الإنسان اللي يتجرى نفسه نفس مو جيدة مو خيرة، اللي يرتكب شيئا يحتمل أنه يصادف الحرام، وإذا صادف الحرام مو معذور. في الشبهة البدوية معذور إذا صادف الحرام، في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي غير المحصور إذا صادف الحرام معذور، أما في الشبهة المحصورة إذا صادف الحرام مو معذور. بلى باچی چرا حرام نکرده؟ میدونم آخه دستور در علم اجمالی دو تا دستور شرعی هست یا یکی؟ یکی مصادف با اون نشد، این نفس غیر خوب داره که این کارو میکنه. نه مجاز نیست، مجاز عقلی نیست، مجاز شرعی هم نیست. ببینید مجاز یعنی در شبهه بدویه اگر مصادف حرام شد معذوره، چون ادله ترخیصیه میگیرتش، در غیر محصور معذوره،
ادله ترخیصی میگیره، اما در محصور ادله ترخیصی نمیگیرتش. وقت اگه مصادف حرام شد معذور نی، اگه مصادف حرام نشد حرام نکرده دیگه. همین بحثیه مشهور بین فقها اینه، درست هم هست. تجری عقاب نداره، عتاب داره، عتاب داره، سرزنش. آره آها، چون ممکن بود که حرام انجام بدی. ولی حالا این که تو روایت داره همین مال صفحه محصوره است. بله 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 بله. چرا نه؟ قاعدش الکثیر فی الکثیر محصوره، یعنی نتیجتا محصوره، یعنی 100 تا توی 200 تا. نه ببینید، 100 تا در 200، یکی در 200 تا غیر محصوره، اما اگه 100 تا در 200 تا شد یعنی یک در دو در حکم محصوره. ببینید کلمه غیر محصوره، همون یعنی یک در دو، در حکم یک در دوست. ببینید ما کلمه محصور و غیر محصور که تو ادله نداریم، این فرمایش فقه هاست. وقت اگر 50% شد مثل یک در دوست، در حکم محصوره، عددش غیر محصوره. بله سلام علیکم. بله بله این تو عروه این مسئله داره، دلیل خاص هم نداره، نه روایتی نه چیزی داره، فقط اجتهادن فقها ها درش محل خلافه. یه روایت داره 6 ماه، اما اون روایت معلوم نیست موردش اینجا باشه، یعنی بحث خود متن روایت هست. ولهذا یه عده فرمودن که از همون روز اول دیگه این اهل این شهر نیست، مسافر حساب میشه. اهل قم بود، ازدواج کرد رفت تهران، شوهرش تهرانی، رفت تهران ساکن شد. این تو شرحای عروه در مسائل فتوا محل خلافه، اما ببینید در شروح عروه، چون عروه مسئله رو داره، جماعتی تصریح کردن، گفتن از همون روز اول اهل اون شهر حساب میشه و از همون روز اول شهر پدر و مادرش شهرش نیست. لذا اگه فردای اون روز اومد تو شهر پدر و مادرش میخواد یه روز بمونه، نمازش شکسته است، چون مسافره، مسافره و شهرش هم حساب نمیشه، مگر مسئله عدم الاعراض باشه، یعنی بنا داره که یه روزی برگرده دوباره همجا ساکن بشه، اما به خاطر استصحابه. بله میدونم، یعنی چون شوهر این شهر پدر مادر یه زن شهرش نی، در این جهت بله تابعش. بله در فرض اول حتی اگر اعراض کرده، عرض من همینه، عرض من همینه، عرض بسته به قصدشه،
بله. نه نه ما نمیگیم شوهر کردن اعراضه، نه نه، اگه اعراض نکرده شوهر کردن اعراض اسمش نیست. اعراض که تو ادله نیمده. ما هستیم و کلمه ما هستیم و استصحاب، وقتی که اعراض نکرده استصحاب هست، اما اگه اعراض کرد با لحاظ اعراض استصحاب مورد نداره، شک لاحق نیست. همین بله. بله 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 بخوام یک مثال برای تقریب ذهن عرض کنیم، صرف تقریب ذهنه. مثل یه دونه بچه یه که تو دبستان رفته کلاس اول و دوم داره درس میخونه، میخواد هم تا آخر درس بخونه تا دکتر بشه. این میتونه اصلا درک کنه مقام دکتر چیه، مرتبش چیه؟ اگه بخواد مدح کنه دکتر رو به چی میتونه مدح کنه؟ نمیتونه، کوتاهه. ماها اونی که غیر معصومه نسبت به معصوم کوتاهه، فکرش، مغزش، درکش کوتاهه. لحاظا تمام این تعبیرها هست، لا احصی ثناءکم، نه 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 اینا را، تو کوتاه، ما کوتاه هستیم. ما کسایی که غیر معصومن حتی اگه مراتب بالا دارن اما معصوم نیستن، نسبت به معصوم کوتاهن. مثل دبستانی میمونه با دکتر مثلا، مثل یه دونه کسی که تازه وارد درس طلبگی شده سال اوله با یه مجتهد فقیه جامع الشرایط، این اصلا نمیتونه اونو درک کنه، قابلیت نداره. این البته فاصله بین معصوم و غیر معصوم بیش از اینه، این از باب تقریب نظر عرض کردم. و علیکم السلام. نعم اي اهلا وسهلا. نا دخولي للعمليات، يعني عمليات النسانع، اي حكم الشرعي بمقدار الضرورة اشكال ماكو، بمقدار الضرورة اشكال ماكو. اي ما يخالف ما يخالف. لا اشوف اذا ماكو مرة تسوي هاي العملية او اكو مرة بس الرجل احسن افهم في هالصورة ما يخالف. اما اذا اكو امرأة تجري العملية والرجل ليس افهم واحسن من المرأة، لا مجوز مجوز. عند الضرورات تبيح المحظورات، عند الضرورة ما يخالف. سلام عليكم ورحمة الله. مال همون این مبین این مطلب همون القضاة اربعه است. اصبت یعنی حرف درست زدی، اخطأت این حق نداشتی. ببینید القضاة اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، یکی از اونایی که تو آتشه قضا بالحق و هو لا یعلم انه حق، یا اینکه حق نداره به خاطر که عادل نیست، به خاطر که ملاک شرعی دستش نی، اما مصادف حق شد. این قضاوتش درسته. زید و عمر پیشش اومدن، زید میگه خونه مال منه، عمر میگه مال منه. این گفت خونه مال زیده و واقعا هم خونه مال زید بود، این اصابته است. اما این قضاوتش خطاست، حق نداره. اگه عادل نی قضاوت کنه، اگه ملاک شرعی دستش نی قضاوت کنه. اصابته و اخطأ این بیانش میکنه. Thank you.
نه ببینید وقتی که امام معصوم علیه السلام تشریف دارن، مع ذلك اگر یک قاضی مثل زراره، مثل محمد بن مسلم باشه در خدمت امام معصوم، اشکال نداره قضاوت بکنه. یعنی با وجود امام معصوم لازم نیست الا خود امام معصوم قضاوت کنه، چون خود امام معصوم فرمودن اگر فقیهه، اگر عادله میتونه قضاوت کنه. ولهذا تو روایات متعدده داره که ائمه علیهم السلام اجازه میدادن به اون اصحابشون که عادل بودن و ملاک قضا رو بلد بودن، ملاک فتوا رو بلد بودن، فتوا بدن، قضاوت بکنن. نه، با وجود امام معصوم اینجور نیست که غیر امام معصوم حق قضاوت نداره. اگر امام معصوم یکی از طرفین بودن، بله اون بلا اشکاله. نه، من خیال کردم ایشون میفرمان چون امام معصوم موجوده دیگری هم، بله، نه شکی نیست. وقتی که امام معصوم یکی از دو طرفه و اونم میشناسه امام معصومو، بلا شک حق نداره. بله بله بله، درست درست. بله، و فقیه جامع الشرایط اذن خاص یا اذن عام. اذن عام دادن اجلس فی المسجد و افت الناس، چه اشکال داره؟ اذن خاص باشه یا اذن عام، که اذن عام دادن. بله بله اطلاق شامل اون سیئات هم میشه. نه، آمنو و چی؟ آمنو و عمل الصالحات، یعنی این مقابل عمل الصالحاته. یعنی اگر مقابل فقط آمنو بود، بله فرمایش شما این درسته، قرینه است. اما وقتی که آمنو و عمل الصالحاته، و عمل الصالحات، این وقتی که هر دو شد، معناش این نیست که سیئات یعنی سیئات اینجور که می فرمایید، اطلاق داره، اطلاق داره. اون که تعویلش بلا شک، بلا شک، بلا شک، بلا شک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
مثل چنین روزی پنجم ماه ربیع الاول نوشتن وفات حضرت سکینه دختر بزرگوار آقا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیهما. این بانوی بزرگوار بعد از واقعه کربلا سالیان سال با دلی پر از غم و غصه بیاد مصائبی که در کربلا و کوفه و شام دیدن زندگی کردن، قطعاً چنین بوده ایام عمر ایشان، همه به تداعی اون مصائب گذشته، مگر می شود اون مصائب رو فراموش کنه؟ اون ساعتی که پدر مظلومشان ابا عبدالله آمدن برای وداع، آه دیدن این نازدان چشمهایش گریان است، فرمودن لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتا مادام من الروح فی جثمانی، یا اون ساعتی که وقتی اسب بی صاحب ابی عبدالله به سوی خیمه برگشت، وجدان این بزرگوار از خیمه آمد بیرون، صدا زد یا جواد ابی، هل سقی ابی ام قتل عطشانا؟ آه یا اون ساعتی که وقتی آمد کنار بدن بی سر و عریان و پاره پاره بابایش، دید عمش با این بدن سخن می گوید، صدا زد یا عمه هادا نعش من، فرمود عزیزم هادا نعش ابیک الحسین، گفت عمه این تن صد چاک کیست؟ این به روی خاک گشته خاکیست؟ گفت این جان تن بیتاب توست، این بدن نشناختی بابای توست، و یتیمتون اهویت لجسم کفیلها، حسر القناع تعج فی اصواتها، یا وقعت علی تشم موضع نحره، وعيونها تنهل في عبراتها، بقدي فميد بدن باباي مظلومش خود را بر روی بدن، اما چگونه او را از بدن پدر جدا کرده؟ اجتمعت عدة من الأعراب فجروها عن جسد أبيها، دختری را به که گویم که سر نعش پدر
تسلیت سیلی شمرو سرنه تسکین است. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه. تعجیل در فرج امام زمان صلوات و رحمت. سلام دعاء لهم جميعا.